ایرانیان ماه هاست که درگیر مبارزه سخت با جمهوری اسلامی هستند. مبارزه‌ای که با تاریخ پیوند خورده. این بار اما با کودکان و جوانانشان به میدان آمدند. کودکانی با خدای رنگین کمانی و جوانانی که آزادی را می‌رقصند و می‌خوانند. گاه مرکم طلب شادی می‌کنند که شادی نشانه آزادی است. شادی کنند. Alors, par ce qui se passe, ça nous émeut profondément et ils ont un... ils mènent la bataille. Moi, je fais rien. Je fais pas plus. Mais ce dont on est si bel près. Allez, vali, yani, oui, oui. صدای آریانا وفاداری، آهنگساز و خواننده از 4000 سال پیش میآید. ردی از یزد تا جای جای جهان، صدای زنی، زنانی که از گهواره هنر ایستادگی را آموختند و حالا پای ثابت جنبش زن زندگی آزادی هستند و می‌خواهند اینک همه ایران را بخوانند. ایرانی آزاد و رنگین کمانی. انقلاب ما رنگین کمانیه، برای همه اومدن، کرد و لور و بلوچ و مسلمون و مسلمون بهایی زرتشتی، همه اومدن دست به دست هم دادن. این تصویر رو چطوری میبینی به عنوان هنرمند؟ خوشحالم که خودم از زرتشتی که هستم تو نوشتن تو موسیقی من این همیشه خیلی زنده بود برای خودم. اول که زن کیه، چطور تو خودم میتونم آزاد بشم، کجا دروغ میگم، تو کجا دروغ نمیگم، کجا چی مهمه برای خودم بگم. و خب هر چی برای خودم میدونم مهمه، برای زن دیگه، برای مردم دیگه امیدوارم هم مهم باشه. تعداد زیادیشون اومدن توی این انقلاب، در واقع پیوستن به انقلاب دیگه. یه جور صدای این مردم بودن که انگار در نمی اومد. حالا همه دارن همین کارو میکنن. یعنی هنر داره یه کار مهمی میکنه. الهام من خیلی از ایران میاد، چون که فرانسه زندگی میکنم حالا خیلی چند سالها و وقتی که تو موسیقی هستم فکر ایران خیلی زیاد هستم. لازم دارم ایران بشم زیاد. ایران بشی؟ چه جمله خوشگلی گفتی. با زندگی کوتاه که ایران داشتم خیلی برای من مهم بود، خیلی مهمه مادر بزرگم، مادر مادر بزرگ، اونا چی براشون چی مهم بود، چطور انقدر سخت بود برای زن ایران، چطور انقدر قوی هستن ولی انقدر براشون سخت بود. فکر می‌کنم خیلی کم کاری می‌کنم، فقط سعی می‌کنم صدای این زنا و این مردا باشم.
و آرتیستا همیشه سعی میکنیم تو دل مردم بفهمیم چی باشه، چی هست، چی میخوان بگم. آره براشون چی سخته، چی مهمه و ما رو ایت موز هست، سنوز انسپیر. برای من خیلی مهمه که چطور هنر خودتون زنده میکنه، جایی که هیچی نمیتونستی بگی، یا زندگی خودتون یا زندگی پدر مادرتون که چیزی نتونستید بگید، با هنر یه هوی میاد بیرون و خیلی زنده میشه، خیلی اون رزو کلک شوز. و همینطور شروع شد اشتباهی. موبد یه روز نیامد برای یه سرزانی تصادفی و پدرم گفت خب تو که آواز بخون میتونی بری اونجا نماز بخون، و دیگه شروع کردم و انقدر واقعی بود، انقدر زنده بود و همین کلمه خیلی خوب میشناختم، میفهمیدم و همیشه زبون زرتشتی، زبون گاتا و آوستا تو موسیقی من هست. خیلی ها این زبون رو صحبت میکنن، زرتشتی، یعنی همه زرتشتی؟ نه، زبون امروز زرتشتی یه زبون دیگه حرف میزنم که قاطی فارسی و یه کلمه زرتشتی، ولی گاتا و آوستا تو زبون قدیمی 4000 سال پیشه و این فقط موبدا حرف میزنن یا نماز میگن، یا بعض زرتشتی‌ها نماز میگن به این زبون. On a chacun notre porte d'entrée vers une émotion. Yani dar dar man be in qesse zabune avesta gata bud ke yehoi shuru kardam va baraye man ye chizi zende shud. بتونن بگن چی هستن، چی دوست دارن، چی دوست ندارن. برای یه زن بگی برای من این سخت بود، اینو دیگه نمیخوام، و این صدا که یهویی آمد بیرون انقدر قوی بود، انقدر همه لازم داشتن اینو بگن که تمام دنیا اینو نگاه میکنه و دارن میگن چقدر واقعیه، چقدر راست میگن. یعنی این کلمه ها مثل که همیشه خفه بودن تو دل مادر و پدر و مادر بزرگ از نمیدونم هر، و همه های این جوونا دارن میگن خب دیگه بسه، ما میگیم برای هم. انقدر قوی هستن، انقدر این کارا که دارن میکنم، خب من اینجا ایستادگی میکنم. آره سه انخوایم. آره باور، آره باور نکردی. آره.
برای ما زنا مخصوصا و برای مردم دیگه خیلی انرژی بالا میده که با یه زن شروع شده این سه یه رنگ دیگه میده به این انقلاب. مقاومت مردم ایران همیشه خیلی زیاد بود و زنای ایران همیشه من میگفتم به دوستای فرانسوی تو ایران زنا خیلی قوی هم خیلی بیشتر از زنای فرانسه وقتی که یه چیز میخوان تو چشمشون خیلی معلومه چی میخوان و میگن و الان که دیگه براشون چیز میتونن بگن با هم هستن تو این انقلاب خیلی خیلی زیباست خیلی برای من آره فرانسوی ها نباید بهش بگید ولی اینا براشون انقدر قوی نیستن زن فرانسوی چه رو بگید؟ نه بهشون نگو لازم ندارن شاید بگن ولی ما تو ایران لازم بگن آره حتما آره شاید زندگی آسان‌تر داشتن و فکر میکنن خب دیگه عیبی نداره اینطوریه ولی تو ایران یه چیزی تو بدنشون دارن که اصلا وقتی که یه چیزی میگن باید باشه.